پاریس څخه یوان لیمانه ده اوسه د خپل تخنیکي همکارانو څخه هیله کوم چې د هیواد ویاړلی ملي سرور وغږوي او د ناستې له ټولو ګډونوالو څخه مو هیله ده چې د هیواد د ویاړلي ملي سرور فقط په خپلو ځایونو کې په خپلو پښو ودرېږي. مګر دا چې په افغانستان کې باید ټاکنې ترسره شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون پوره امادګی لري د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره. اته ویشتم د میزان زموږ لپاره سور خط ده، او هېڅکله هم نه منو چې ټاکنې په دغه تاریخ باندې ترسره نه شي. په دې اړه باندې د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو څخه همدارنګه د مدني ټولنو د افغانستان د فرق فرق وګړو څخه هم خواهش ده، دا غوښتنه مو دا ده چې موږ سره په دغه باره کې همکاري وکړي تر څو وکولی شو دغه خپل ارمان ته چې هغه نه تنها د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ارمان ده، بلکې د افغانستان د ټول ملت ارمان دی ته ورسېږي، او د هېواد دغه ناورین ته د پای ټکی کېږي. ژمنه کوو چې پاکې رڼې ټاکنې، عادلانه ټاکنې چې هغه د افغانستان ولس ته او همدارنګه بندي ټولنې ته د منلو وړ وي ترسره کړي. هېڅ قسم درغلې ته اجازه نه ورکوي. مخکې مو هم ویلي زموږ ټول تصمیمونه د یوه هغه علت او علل دي لرې کولو په خاطر باندې و چې پخوانیو ټاکنو کې د جال او تقلب سبب دی. د ټاکنو د مرکزونو د ارزیابۍ څخه شروع د ثبتنام د پروسې چې نوګاډ باید جوړ شي، او اوس چې د هغې د پاکسازۍ پروسه روانه ده په مختلفو میکانیزمونو سره، دا ټول د شفافیت په خاطر باندې ترسره کېږي. نن الحمدلله زموږ مرکز په شخصي کور کې شتون نه لري، ټول مرکزونه په عامه تاسیساتو کې ټول والد شرایط کسان ثبتنام شوي دي، کاندیدان ثبتنام شوي دي، لیست دواړو نهایي اعلان ده، او د رایې ورکوونکو کوم لیست او اعلان چې جوړ شوی هغه زموږ د تخنیکي همکارانو لخوا تصفیه کیږي. د څلورو ولایتونو تصفیه څخه وروسته د هغوی شمېرې او د هغوی تعداد په عالمي جلسه کې د کمیسیون لخوا تصفیه شو. په هغه کې ولیدل شو هغه چا چې دوه وارې ثبتنام کوشش کړی خپل زمین څخه نه و شرمېدلی، دو واری سرتنام یا دری واری سرتنام کنه و بودی لیست خود دید. انشاءالله در لیستون با همون مرکزون تا چه دفعه که سرتنام کنه دوباره دیدل کیگی دی قانون تا خضا خدا را چه باید درائی سخه محروم شوید سکر دی تخلو کوششی کنه، اما مون بیا هم دی اوی سر دی سهولت سر کار اخیسته دری زر چلون کنه سرتنام کنه یا او زر مطبی کنه، اما در دری زر دوار یا تکرانی سرتنام کنه هوا مرتحس کنه. همدارنګه هغه چا چې کوشش کړی چې دی د اتلسو کلونو عمر یې نه ده پوره کړی، او کوشش یې کړی سرتنامو کې په خپله تذکره باندې سټیکر ولګي، هغه زموږ په ډیټابیس کې وجود نه لري، او زموږ په ریس کې وجود لري، او د درایو ورکولو حق دی په قانون کې. همدارنګه د هغه چا معلومات چې ناقص وو هغه ټول د دې څخه لیستل کېږي، او انشاءالله پاک شفاف لیست د تصفیې څخه وروسته به همو مرکزونو ته لیږل کېږي، او دغه لړۍ روانه ده چې انشاءالله راتلونکي یکشنبه په ورځ باندې زموږ بله عالمي جلسه دا لیږي چې په هغې کې به د اتو نه تر لسو ولایتونو نور هم تصفیه شي او خلکو سره به شریک شي. احزاب او مدني ټولنې او همدارنګه د افغانستان فرق فرق د همکارۍ ته موږ دیوال یو، او د هغوی د همکارۍ څخه پرته عقیده لرو چې پاکې او رڼې ټاکنې دې ترسره کړي. په دې اړه باندې ستاسې همکاري غواړو. کمیسیون ثبتنام ترسره کړی ده، د ثبتنام په ترڅ کې لکه تاسو چې معلومه ده نهه اعشاریه دوه اویا میلیونه خلک به ثبتنام کړی وي، چې د هغې د تصفیې په خاطر باندې چې دا ټول د ملي معلوماتو ډیټابیس ته ورسېږي مرکز ته، اته اعشاریه شپږ میلیونه تر اوسه پورې انشاءالله دا کمپیوټر ته داخل شوي دي. انشاءالله دې د دې راتلونکي اونۍ په پای کې به ټول هغه شمېره دي چې په افغانستان کې د ثبتنام پروسه کې ترسره شوې وي هغه به زموږ په معلوماتي مرکز کې ثبت او د تصفیې کار به ادامه لري. په هغه شکل باندې که چا د اتلس کلو عمر نه وي پوره کړی د نظام پورې، یا یې څو واره تکراري ثبتنام کړی، یا یې په خپلو معلوماتو کې تقلب کړی، هغه به ټول د دې څخه مستر کی جو پاک لیستونه با د افغانستان درې دیرش ولایتونو ته او همه مرکزونو ته استول کیږي چې هلته خلک یې ولیدي، او د شکایتو لپاره هم کافي وخت ورکړل شوی چې هغه پروسه د شکایت کمیسیون پر مخ وړي. د پروسې د شفافیت په خاطر باندې موږ د وړتیا سره سم او د ولایتونو د زونونو او د مرکزونو د وړو غټو ولایتونو په تحقیق سره
هغه په پانی رئیسان د ولایتي چون دې ګومان کې د شایي خلکو سره شخصي روابط ولري هغه ټول تدیر د شوی دي په دغه ولایت کې ټول خپل خپل ولایتونه ته چې د کمیسیون لخوا ورته کار څنګه په ولایتونو ته ځي نوي رئیسان باید د تابع ولري تر څو هغه روابط چې ګومان کېده چې کېدای شي د وکیلانو سره یا د نورو خلکو سره یې ولري هغه قد د تغییر پروسه روانه ده او اکثره رئیسان ولایتي زموږه د ټایملاین سره سم وخت پر ولایتونه دي همدارنګه د استخدام پروسه د کارمندانو هم چې مخکې کېدای سي تاسو لیدلي وو یو د ډي سي د وکیل لپاره $5,000 تر $1,000,000 پورې خرڅېدل موږ د کانکور د پروسې د یوې شفاف پروسې د چې هغه د کانکور اداره په غاړه باندې لري $5,000,000 کې امتحان واخیستل شو هر هغه څوک چې ورتیا لري لیاقت لري انشاءالله د کانکور د پروسې له لارې باید په ولایتونو کې استخدامېږي او د ټاکلو په ورځ باندې چې دا ځینې خلک دي مدیر د ولسوالۍ ده امیر د ولسوالۍ ده او مسؤول دي هغه یې عمل زموږ سره به همکاري لري او همدارنګه هم د نورو کارمندانو چې په دفتر کې د یو بل څخه کار اخیستل کېږي د کانکور د پروسې د شفاف پروسې څخه به انشاءالله ډېر استخدامېږي په دې کې د هېچا اختیار نسته او له هیچا پلوي هم نه کیږي او نه د چا په فرمایش باندې څوک استخدامېږي دا د ټاکلو د خپلواک کمیسیون په تاریخ کې لومړی ځل ده چې د کانکور د پروسې له لارې د خلکو استخدامېږي تر څو د دوی په اړه باندې کوم شک شبهه وجود ونه لري په اتو زړونو کې دغه کانکور ترسره شوی او مدرمو ولایتونو چې بعد مشکلات پکې وجود درلودل یا هلته چې چا سرتنام کړی و هغوی ونه شو کړی چې زړونو ته راشي او یا په رسول کې بعضې مشکلات پیدا شوي لکه د بدخشان ولایت کې انشاءالله د دې لپاره به متفرقه امتحان په راتلونکي جوړونه کې اخیستل کېږي تر څو ټولو هغه چا ته چې د کانکور په پروسه کې سرتنام کړی و مساوینه او عادلانه حق ورکړي د کمیشن د امادګیو په لړ کې د موږ ټول مواد چې د بندي ډونرانو په کومک سره چاپ کړي دي هغه په خارج د افغانستان څخه چاپ شوي دي افغانستان ته رسیدلي چې هغه کې حساس او غیر حساس مواد دي غیر حساس مواد ټول افغانستان ته رسیدلي دي او حساس مواد د دیارس ولایتونو خوشبختانه چې پرون افغانستان ته رسیدلي دي د دې بستهبندي روانه ده د امنیتي قواوو په مټ باندې او د دوی په همکارۍ باندې انشاءالله مختلف ولایتونو ته او د ولایتونو څخه بیا عامو د ټاکنو مرکزونو ته دغه مواد په خپل وخت سره رسیږي چې په دې اړه په دې برخه کې زموږ سره رئیس یادې حمایت قاطع د قواوو همکاري هم د امنیتي ارګانونو سره موجوده ده او هغه امنیتي پلان چې امنیتي ارګانونو سره شریک شوی موږ ته اطمینان راکړی چې انشاءالله دغه مواد به په ډېر ښه توګه سره بې له دې چې د کوم خنډ او ځنډ سره مخامخ شي مرکزونو ته په خپل وخت سره رسیږي بسته بندي د یو په کمیسیون کې روانه ده او انشاءالله چې زه زر به راته تاسو سره دي اگر یا موږ په برخه کې هم کامل عمل هی لرو د راتلونکي اونۍ د سر څخه به دا پیل کېږي موږ د تنظیمونو سره د رنګانو سره د دوی له لارې نه خاص پیامونه لرو د تیاترو دوار بلبوردونه او بوشرونه او اس ام اس او مختلف برنامې چې هغه ټولې آماده دي او هغه اوراق پاڼې چې باید د هغې عمل لپاره کومې کار واخیستل شي هغه هم آماده دي او انشاءالله د تنظیم پروسه به په خپل وخت سره پیل کېږي سیاسي ګوندونو مشرانو سره چې موږ ډېرې جلسې درلودې اساسات یې لیدلې غوښتلې وې چې کمیسیون هېڅکله هم هغوی ته ترکي ځواب نه دی کړی لومړۍ غوښتنه هغوی د نظارت وه د کمیسیون دروازه مخکې هم اوس هم او په راتلونکي کې هم واضح ده د یادو ګوندونو چې هغوی غواړي موږ سره خپل نظریات شریک کړي خپل دقیق نظارت وکړي خپل اسناد موږ ته وړاندې کړي تر څو هغوی په لړ کې دوی ته کارتونه وګورو د نظارت لپاره وشل شي او د اعتماد پاڼه واخلي او بیا خپل نظارت ترسره کړي په دې لړ کې هېڅ موږ کوم مشکل نه لرو د بایومتریک لپاره هم موږ خپلې هلې ځلې کوو ان شاء الله موږ ستاسې په همدغو انتخاباتو کې هم صرف د رای ورکولو په ورځ کې د بایومتریک سیستم څخه چې رای ورکوونکی وپېژندل شي او دوباره رای ورکړي مختلفو کمپنیو سره موږ په تماس کې یوازې یوازې موږ د کمیسیون اندېښنه دا ده چې مالکیت باید د کمیسیون په لاس کې او د کمیسیون استقلال په نظر کې ونیول شي انشاءالله موږ ستاسې ځینې مشکل ته هم حل لاره پیدا کړو
هم پر پرلمانی تحقیل رو کنیم او هم پر آرانکی جمهوری چه اصلا تحقیل رو کنیم برای که سیستم خود استفاده کنیم طبعا تا سفرود و معلومان دیده که روشت او دیده در حقی سیستم وقت اخلی دهلی پر آرانی هم در حالی حضر در دوام رو کنیم و مستر انشاءالا سیم در مشکل رو کنیم بعد از تغییر قانون مسئله و یعنی بعد موجود خواهش و ارزوی و ما در همان وقت با وقت صحبت های با حضاب این خودم داشتیم در همان وقت گفتم این به تغییر قانون یا تغییر سیستم انتخاباتی این سرای کروسی مستقر انتخابات نیست در تغییر سیستم تغییر قانون تب سرورده می خواهی واقعی این سرای کروسی مستقر انتخابات نیست و این سرای کروسی دیگر است و یا فرمان رئیس جمهوری در این سرای بس بنا خواهش ما است که احزاب سیاسی و ما همکاری کنه و ما مصمم هستیم که خواسته های اونا که به خاطر شفافیت انتخابات شده باشه به خاطر عادل بودن انتخابات است این ان شاء الله برآورده میشه و کمیسیون نظرات اونا را نادیده نمیگیرد و به قدر میبیند ان شاء الله که این کار هم صورت خواهد در این رابطه ما در ارتباط به میدیا که مشکلات داشت ما به پنج نفر بسیار اشخاص رسیده استخدام شده که به تمام تلویزیون ها و رادیو ها تسلیم کرده میتونم و میتونم که معلومات با مردم شریک بسازم برای انتخابات رئیس جمهوری هم کمیسیون آمادگی کامل خود دارم و از رئیس جمهوری دولت اسلامی افغانستان ممنون هستم که اونا موافقه نموده که شش تن از اشخاص تکنیکی و متخصص انتخابات برای ما موافقه کرده که اونا را استخدام کنیم که استخدام هم شده انشاءالله که از آغاز هفته آینده بخاطر فیلم ها و طرحهای انتخابات رئیس جمهوری چون تمام کارمندان ما در پروسه انتخابات مصروف هستن اونا فقط به همین نیت استخدام شده که زیر سرپرستی دو تن از دانشمندان محترم اونا به کار خود آغاز کنند تا که برای انتخابات رسمی هم چون وقت بسیار کم است ما آمادگی کامل خود داشته باشیم مشکلات وجود دارد آقای ما از افغانستان هستیم این انتخابات در کلان کشور اروپایی که در به امنیت سر در سر برقرار صورت نمیگیرد هر روز انفجار و انتحار و جنگ و گروه های تروریستی داعش و طالب و دشمنان داخلی و خارجی وجود دارد که در کشور انتخابات برگزار میشود و در حصه امنیت ما با ارگانهای امنیتی همیشه در تماس هستیم یک نشست امنیتی هر روز یکشنبه ما در داخل کمیسیون داریم که به سطح مؤمنان وزارت و ارگانهای دیگر در اشتراک میکنیم و همیشه ما نگرانی خود به اونا شریک میسازیم که دشمنان خارجی دارند داعش و طالبا اونا هم خوش میکنن که پروسه را تخریب کنند و بعضی تحرکات از کشورهای همسایه وجود دارد که در اینجا هم با ما باید همکاری صورت بگیرد و متاسفانه بعضی وکیلا هم هستند که این لیست وجود دارد یا لیست نامای اونا کشیده شده اونا هم پوشای داره که به خاطر یا مانی جلوگیری انتخابات میشه و خوش میکنه که در خاطر ولایتی ما را بسته کنم بیان که انتخابات حساس ما همیشه گفتیم که هر فاصله قانونیه در بوده باشد و کمیسیون مستقل انتخابات از راه قانونی شریف ساخته شود برای حل برای مشکل پیدا شود اما اگر مسئول کردن دروازه کمیسیون برای حل بوده باشد ما با اونا قبلا هم بیامده بوده بود که میگن اول ما بسته میگن شما ضرورت نمیستن اگر این برای حل اما به نظر ما این برای حل نیستن نه برای مصلحت انتخابات است نه مصلحت کشور در این وقت حساس و در این وقت حساس تقاضای نمیکنه که ما با هم یک جای به خاطر کامیابی پروسه انتخابات کار کنیم و نظارت دقیق و نظر ما شفافیت کمک میکنه و ما میدانیم که یک انتخابات شفاف و عادلانه را در افغانستان داشته باشیم در این رابطه تفصیلات اضافه تر ما به سید عملیاتی بر شما شریک میسازه باید هم برای شما با کمیسیون مستقل انتخابات شامل میگیم و اینکه با نظریات شما را بشنویم و شما باز هم اعلام میکنیم و وعده میدیم که نظریات شما قابل قدر است و هر مشکلی که بوده باشه کمیسیون مستقل انتخابات حساب با کشوری باز او را بررسی میکنه و او را تحقیق میکنه و انشاءالله که قابل قدر است به شما و در حال ما جایگاه خاص داشته باشه سلام علیکم
ټاکنو خپلواک کمیسیون له محترم رئیس ښاغلي سیار نه مننه چې د کمیسیون له وروستیو کړنو نه یې د ناستې ګډوالو ته معلومات ورکړل. اوس هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون عملیاتي مرستیالې ښاغلي وسیمې بادغیسی ته بلنه ورکوو چې د ټاکنو د پرمختګ او چمتووالي په اړه د ناستې ګډوالو ته معلومات ورکړي. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما گرامیان. نمایندگان احزاب برای برگزاری انتخابات هست.
موضوع جزئی‌تر ولی مهمتر دیگر این هست که ما در انتخابات پلیسی جلگه نیاز داریم که کارمندان موقت زیادی را استخدام بکنیم که در 27 ولایت برنامه‌های استخدام کارمندان موقت پایان پذیرفته و طوری که شما از رسانه ها شنیدیم به وسیله یک شیوه منظم‌تر نسبت به سابق و شفافتر نسبت به سابق که شیوه کامپور بوده و توسط دارونشوی کمیسیون انتخابات پیش بینی شده و مورد تایید کمیسیون هم قرار گرفته انجام شده که تا حدود زیادی در واقع میتونه تامین کننده شفافیت در انتخابات باشه انشاءالله. نکته‌ای که در ارتباط به استخدام کارمندان موقت لازمه که اشاره بشه این هست که استخدام کارمندان موقت در سطح زون‌ها برگزار شد و هفته پیش یک هفته بسیار پرکاری در سراسر ولایات کشور وجود داشت که امتحان به شیوه کنکوری برگزار شد و برخی از اعضای کمیسیون هم جهت نظارت به این زون‌ها تشریف برده بودن و از پروسه عقص امتحان نظارت کردن که تا کنون نتایج مطلوبی از این روند هم به دست آمدن. همچنین پلان انتقال مواد که موادی که از خارج به داخل افغانستان آمده این پلان هم تهیه شده و روی دست است و همکاران ما در این بخش ها شدیداً مصروف هستند که تا این انتقال مواد به ولایات انجام بدن. طرح امنیتی عملیات کمیسیون هم با مسئولین امنیتی شریک شده و از طرف کمیسیون مورد تایید قرار گرفته و شما می دانید که اگر که به جزئیات برنامه‌های عملیاتی کمیسیون انتخابات برید و به جزئیات مواد قانون انتخابات در واقع اشاره کنیم متوجه بشیم که این بار در قانون انتخابات پیش بینی شده که کارمندان روز انتخابات کارمندانی باشند که به اصطلاح کارکنان رسمی دولتی باشند و کارکنان دائمی دولتی باشند و بیشتر معلمین مکاتب پیش بینی شده که در این ارتباط هم پیشرفت‌های در کمیسیون انتخابات صورت گرفته و از 33 دفتر ولایتی لیست معلمینی که قرار هست در روز انتخابات به ملت شریف افغانستان در برگزاری انتخابات خدمت بکنند و ارائه خدمات بکنند در واقع تهیه شده و در این راستا هم برنامه ها در حال تکمیل شدن هست. بخش دیگری از برنامه های عملیات مربوط میشه با آموزش روز انتخابات و روزهای قبل و بعد از انتخابات که روزهای اساس انتخاباتی هستند که برنامه‌های آموزشی و مواد آموزشی هم از آغاز هفته جدید شروع خواهد شد و پلان‌های مربوط به آموزش روزها هم تهیه شده و در جریان هست. موضوع بسیار مهم در ارتباط با برگزاری انتخابات در واقع آگاهی دهی مربوط به مسائل انتخاباتی هست که برنامه‌های آگاهی دهی از تاریخ 5 نیسان آغاز خواهد شد به این معنی که تیم‌های آگاهی‌دهی کمیسیون از 5 میزان شروع به کار خواهند کرد و طبعا نیاز به تامین امنیت دارند با امیدواریم از طرف نهادهای امنیتی به صورت مکمل تامین امنیت بشود. یکی از بخش‌های مهم آگاهی‌دهی در ارتباط به انتخابات مسئله در واقع کمپاین های به صورت تئاتر یا نمایش یا نمایشنامه هست که به تاریخ 30 سنبله شروع میشه و الی 24 میزان ادامه خواهد داشت. این برنامه ها بیشتر در ولسوالی ها ادامه خواهد داشت، در 160 ولسوالی برگزار خواهد شد که مردم از طریق نمایش متوجه بشن که روند انتخابات چیست یا به چه صورت انجام میگیره و رای دهی را با نمایش برای مردم انجام خواهند داد که انشالله نیروهای امنیتی کشور در این راستا هم کمیسیون انتخابات کمک خواهند کرد تا تامین امنیت بشه.
جزء دیگر برنامه‌های آگاهی‌دهی در واقع نصب بیلبوردهای انتخاباتی هست که این نصب بیلبوردها هم شما در سطح وسیع انشاءالله شاهد خواهید بود و به اصطلاح از اول میزان که چند روز به اون مانده نصب بیلبوردها آغاز خواهد شد که در آگاهی‌دهی مردم کمک خواهد کرد. برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی جهت آگاهی مردم از انتخابات 28 میزان هم از هفته دو آغاز خواهد شد، بنابراین یک روند کلان ملی سرتاسری در افغانستان شروع خواهد شد و امیدوار هستیم که نهادهای جامعه مدنی، رسانه‌های افغانستان، اعضای سیاسی و نوبه خود در گسترش این آگاهی رسانی و اطلاع رسانی به مردم مومد واقع باشند و در این بخش شرکای انتخاباتی هم به اصطلاح فعال شوند و همزمان با کمیسیون انتخابات فعالیت های بیشتر انجام بدن. در قسمت پرسش‌هایی که مردم از چگونگی برگزاری انتخابات، روز انتخابات، سایر مسائلی که با او بر می‌خورند، کمیسیون انتخابات یک سیستم به نام کال سنتر یا همون تماس تلفنی برای پرسش و سوالات تنظیم کرده که این شمارش 190 هست و انشاءالله با پرسش هایی که در ارتباط به انتخابات در واقع به وجود خواهد آمد جواب خواهم داد که این مرکز حدود 28 کارمند داره و هفته 3500 تلفن هموطنان ما را در سراسر کشور پاسخ خواهد داد و فعالانه عمل خواهد کرد و تمامی مواد مربوط به انتخابات که نیاز هست در جریان هفته پیش رو به کمیسیون انتخابات خواهد رسید. پس بنابراین با این تفصیل و جزئیاتی که ما خدمت شما ارائه کردیم بازم تأکید میکنیم که به لحاظ عملیات انتخابات و به لحاظ تکنیکی کمیسیون انتخابات در شرایط بسیار مطلوب قرار داره و از این نظر آمادگی های خود به سمت میبره که در تاریخ 28 میزان انتخابات خلالی من چه در چاکر مورد پرمختگ و چمتوالی پره در ناس